رئیس جدید سازمان اطلاعاتی پاکستان ISI کیست؟ نخستین ملاقات آمریکایی ها با طالبان پس از خروج نظامی از افغانستان. یک زن جوان در بادغیس چگونه شوهر جوانش را بدار آویخت؟ با سلام و درود به شما همراهان گرامی و یکی دیگر از ویدیوهای افغانستان اینترنت تیوی خوش آمدید. نخستین ملاقات آمریکایی ها با طالبان پس از خروج نظامی از افغانستان. مقامات آمریکایی گفتند که نمایندگان این کشور قرار است برای نخستین بار پس از خروج نظامی از افغانستان به صورت حضوری با طالبان دیدار کنند. وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام این مطلب و بدون اشاره به جزئیات مذاکرات میان دو طرف یادآور شد که این گفتگوها از روز شنبه آغاز می شود. با گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تیم مذاکره کننده اعزامی از جانب واشنگتن طی روزهای شنبه و یک شنبه در دوحه قطر با مسئولان ارشد طالبان دیدار خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا پس از خروج نظامی از کابل و تسلط کامل شبه نظامیان طالبان بر کابل در ماه اوت تماس‌هایی با حکمرانان جدید افغانستان داشته، اما گفتگوهای روز شنبه و یک شنبه در دوحه نخستین مذاکرات حضوری میان دو طرف پس از تحولات اخیر محسوب می شود. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که حکمرانان جدید در افغانستان را برای تشکیل یک دولت فراگیر با حضور زنان و توجه ویژه بر رعایت حقوق بشر در این کشور تحت فشار قرار خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص تصریح کرد: ما از طالبان می خواهیم که رعایت حقوق همه افغان ها از جمله زنان و دختران را در دستور کار قرار دهند و در جهت تشکیل دولتی فراگیر با حمایت گسترده مردم تلاش کنند. با گفته دیپلمات ارشد آمریکایی که فرانس پرس نامی از وی نبرده است، در شرایطی که افغانستان با احتمال رکورد اقتصادی شدید و بحران انسانی روبرو است، ما همچنان از طالبان می خواهیم تا زمینه دسترسی سازمان های بشر دوستانه دسترسی به مناطق دارای مشکل را فراهم کنند. وزارت خارجه آمریکا در این حال تاکید کرد که دیدار در دوحه به هیچ وجه به این معنا نیست که ایالات متحده رژیم طالبان در افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید: ما همچنان به صراحت اعلام می‌کنیم که هر نوع مشروعیت باید از طریق اقدامات عملی طالبان به دست آید. نمایندگان ایالات متحده در گفتگوهای دوحه همچنان قرار است بر اولویت مد نظر جو بایدن برای صدور مجوز خروج شهروندان آمریکایی از افغانستان و نیز امکان خروج آن دست از افغانها که در طول 20 سال مناقشه و جنگ به ارتش آمریکا کمک کردند تاکید خواهند کرد. واشنگتن در این حال پیش از همکاری طالبان برای تسهیل خروج اتباع آمریکایی از افغانستان خبر داده بود. با گفته واشنگتن حدود 100 نفر که اغلب آنها را شهروندان آمریکایی تشکیل می‌دهند که روابط نزدیک با کشور افغانستان دارند، هنوز در این کشور حضور دارند و تاکنون تصمیمی برای خروج نگرفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و ترکیب هیئت مذاکره کننده اعزامی به دوحه اشاره‌ای نکرد و نیز به تعداد اعضای این گروه اشاره‌ای نشده است. تعدادی از مقامات ارشد نظامی ایالات متحده از جمله جنرال فرانک مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده و مسئول اصلی نیروهای آمریکایی در افغانستان، ماه اوت پیش از خروج کامل نظامی در کابل با نمایندگان ارشد طالبان دیدار و گفتگو کرده بودند. یک مرد جوان توسط همسرش در بادغیس کشته شد. مسئولان محلی گروه طالبان در ولایت بادغیس گفتند یک مرد جوان از سوی همسرش در شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت حلقه آویز شده است. باز محمد سروری، مسئول فرهنگی طالبان برای بادغیس و روزنامه اطلاعات روز گفته است که این رویداد پنجشنبه شب گذشته 15 میزان در ساحه ناحیه چهارم شهر قلعه‌نو رخ داده است. او افزود که در پیوند به قتل این مرد 3 نفر به شمول همسرش بازداشت شدند. متبقی افراد بازداشت شده پدر کلان و برادر این زنند. این مسئول طالبان در بادغیس انگیزه این رویداد را مشکلات خانوادگی خواند. منابع صحیح هم تایید کردند که جسد این مرد جوان به شفاخانه ولایتی بادغیس منتقل شده است. رئیس جدید سازمان اطلاعاتی پاکستان ISI کیست؟ با تازگی نخست وزیر پاکستان برای سازمان اطلاعاتی این کشور
رئیس جدید گماشته است. با گزارش سپوتنیک و نقل از ایسنا، روابط عمومی ارتش پاکستان نوشته است که جنرال ندیم احمد همجم با عنوان رئیس جدید مهمترین سازمان اطلاعاتی پاکستان، سازمان استخبارات ارتش ISI منصوب شده است. ندیم پیش از انتصاب در این سمت رئیس سپاه کراچی بود. او جانشین فیض احمد شده است، فردی که 2.5 سال در این سمت قرار داشت و حالا به فرماندهی سپاه پشاور منصوب شده است. جنرال انجم تجربه کاری وسیع و موفق در ایالت‌های خیبر پختونخوا، بلوچستان و کراچی با عنوان فرماندهی سپاه در این ولایت‌ها دارد. گزارش شده است که مأموریت‌های پیشین او را در برابر چالش‌های داخلی و خارجی در موقف خوبی قرار داده است. فرمانده ندیم انجم در ارتش به عنوان افسری سختگیر اما آرام معروف است. او فارغ التحصیل کالج سلطنتی مطالعات دفاعی بریتانیا است. جنرال پرویز مشرف و جنرال راحیل شریف هم از همین کالج فارغ التحصیل شده بودند. رئیس استخبارات ارتش پاکستان یکی از پرقدرت‌ترین افراد در ساختار نظامی پاکستان است. او نه تنها در امور نظامی بلکه در امور سیاسی هم اظهار نظر می‌کند. این نهاد بارها از سوی مقامات دولت‌های پیشین افغانستان و حتی شماری از نهادهای کشورهای غربی و حمایت گسترده از طالبان و شبکه حقانی متهم است. پاکستان البته این اتهامات را همیشه رد کرده است. دوره فیض حمید رئیس پیشین در ISI پر از جنجال‌های داخلی و خارجی بود. در همین اواخر پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در 5 سپتامبر فیض حمید به کابل رفت و تصاویر و ویدیوهای او در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد. در فیلمی که از این دیدار منتشر شد، در حالی که فیض حمید خندان در لابی هتل سرینا یک فنجان چای در دست داشت، هنگام صحبت با خبرنگاران گفته است: نگران نباشید، همه چیز خوب خواهد بود. در نتیجه این گونه حضور، گمانه‌زنی‌های زیادی در رسانه‌ها، به ویژه در رسانه‌های هندی، روی نقش ISI در امور افغانستان آغاز شد. در کنار این موضوع، فیض حمید متهم به تلاش برای اعمال نفوذ در روند عدالت در داخل پاکستان هم شده بود. ناظرین تغییرات در ارتش پاکستان گفتند که انتصاب فیض حمید به عنوان رئیس سپاه پشاور او را همچنین نزدیک به مسائل افغانستان نگه می‌دارد. فیض حمید در بیشتر از 2 سال که در این سمت بود، از نزدیک روند گفتگوهای صلح افغانستان را زیر نظر داشت. فرمانده ISI بر اساس قوانین پاکستان از سوی نخست وزیر و پس از مشورت با فرمانده کل نیروی زمینی پاکستان انتخاب می شود. تشکر از همراهی شما. تا یک ویدیوی دیگر، وقتتان خوش.